نوزادان نارس برای ادامه زندگی خود به شیر مادر نیاز دارند. اما از آنجا که مادرانشان در بیشتر مواقع قادر به شیردهی نیستند، بنابراین شیر اهدایی از سوی سایر مادران شیرده میتواند جان آنها را نجات دهد. دکتر سبزواری متخصص بیماری های کودکان میگوید تأثیر تغذیه نوزادان نارس با شیرهای اهدایی فوق‌العاده بوده، به طوری که میتوان شیر اهدایی را طلای سفید نامید. بیشترین نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان نوزادان نارس هستند و از آنجا که شیردهی توسط مادران آنها به دلایلی امکان پذیر نیست، شیر اهدایی بهترین جایگزین است. شیر مادر تنها چیزی است که برای مشکلات گوارشی نوزاد نارس حالت پیشگیری کننده دارد. بانک شیر بیمارستان افضلی‌پور کرمان از 30 آذر ماه 98 آغاز به کار کرده. به گفته که سرپرستار بخش نوزادان این بیمارستان، افتتاح بانک شیر و استقرار این روش در کاهش مرگ و میر و کوتاه شدن زمان بستری نوزادان نارس تأثیر بسیار زیادی داشته. به گفته او قبل از تغذیه نوزادان با شیر اهدایی از پدر و مادر نوزاد رضایت میگیریم و اگر اجازه ندهند این شیر به نوزاد داده نمیشود. ما میایم تو این بخش، اگر مادر میخواد بیاد داخل بانک شیر ما میتونه بیاد همینجا با دستگاهی در اختیار چون ستای شیردوشی که میذاریم میتونه اینجا بیاد و با این ستی که در اختیارش میذاریم با دستگاه شیردوش بعدیمون میتونه شیر رو اهدا کنه. اما بیشتر اهدا کننده های ما داخل منزل هستن و نیاز نیست اصلا بیان اینجا و ما خودمون این وسایل رو در اختیارشون میذاریم، میتونیم از این وسایل رو بهشون میدیم به اضافه این ظروف مخصوص بانک شیرو. شیرو کامل اینا میدوشن، در فریزر قرار میدن، تاریخ میزنن، تاریخ زدن و یک روز مشخص تعداد ظرف ها که پر شد کامل زنگ میزنن و یه نیروی بانک شیر میره جلوی در منزل اینا رو با کول باکس جمع‌آوری میکنه، برای آزمایشگاه جهت کش میفرستیم. جهت کش میفرستیم که تو کامل مشخص بشه این شیر آلودگی نداره. بعد از اینکه پاستوریزمون هم انجام شد، مجددا دوباره یه نمونه از شیر پاستوریزه هم دوباره مجدد میفرستیم برای آزمایشگاه جهت کش. وقتی که تایید شد که این شیر سالم هست، پاستوریزه میشه و داخل فریزرهای خروجیمون قرار میگیره. این الان شیرهای پاستوریزه ما هست. کدام مادران میتوانند شیر اهدا کنند؟ دکتر سبزواری در خصوص شرایط اهدا کنندگان شیر مادر میگوید مادر باید مسلمان باشد، معتاد به سیگار و سایر مواد مخدر نباشد، مبتلا به بیماری هایی مانند HIV، هپاتیت B و C و سلفیس نباشند. و این در شرایطی است که مادران در دوران بارداری آزمایش های عدم ابتلا به این بیماری ها را انجام می دهند. سرپرستار بخش نوزادان بیمارستان افضلی‌پور میگوید در بانک شیر کرمان با کمبود شیر اهدایی مواجه هستیم و مادرانی که شیر مازاد دارند میتوانند به این مرکز اهدا کنند. یه کار خداپسندانه هست، ثواب داره. نظر بچه‌تون میتونیم بکنیم، این شیر رو بیرون نریزیم، خیلی خیلی حیفه. و در واقع میشه بگیم مثل خونه، همونطور که خون نیاز زندگی یک فرد هست، میشه بگیم که شیر هم میتونه زندگی بده برای نوزادای نارسا. زکیه سلیمی، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.